توی یکی دو هفته گذشته توی اوپن ای آی اتفاقای خیلی عجیب غریبی رخ داد که برای شرکت به این بزرگی که اینقدر تأثیر گذاره توی نه تنها فیلد ای آی بلکه کل نحوه کار کردن و زندگی کردن حتی یه سری اخباری پیش اومد که خیلی عجیب بود سم آلتمن مدیر شرکت از سمتش اخراج شد و بعد یه سری اتفاق افتاد و دوباره برگشت حالا بر خود من خیلی جالب بود که دقیقتر دنبال کنم بدم چرا اخراج شد و چه اتفاقای اون وسط افتاد و نهایتا چی شد که برگشت قضیه از این قراره که روز 17 نوامبر سم آلتمن توسط هیئت مدیره اوپن ای آی از سمت مدیراملی کنار گذاشته شد و دلیلی که ارائه کردن هیئت مدیره این بود که سم آلتمن توی ارتباطات خودش با هیئت مدیره صادق نبوده و این مانع از توانایی اون در انجام مسئولیتاش میشد و هیئت مدیره دیگه به توانایی اون برای ادامه رهبری اوپن ای آی اطمینان نداره کلا یه چیز مبهمی در واقع ارائه دادن علاوه بر سم آلتمن هیئت مدیره تصمیم گرفت که گریک براکمن رو هم که رئیس هیئت مدیره بود از سمتش برکنار کنه و یه شغلی حالا تو همین اوپن ای, ای بهش بده ولی از سمت هیئت مدیره برکنارش کرد و خب گرک براکمن هم واقعا یکی از مهره های اصلی بود توی اوپن ای آی بعد گریگ براکمن اومد چیکار کرد؟ اومد بلا فاصله استعفا داد گفت اگه شما سم آلتمن رو کنار گذاشتید من هم استعفا میدم از سمت هم از اوپن ای آی میرم بیرون و یه توییتی زد گفتش که حتی قبل این اصلا اطلاع قبلی بهشون نداده بودن که قرار اخراج بشن یعنی یک ساعت قبل اینکه این خبر رسمی شد تو اوپن سایت اوپن ای, ای اعلام شد یک ساعت قبلش به اینا خبر داده بودن و بدون هیچ آمادگی قبلی این دوتا رو برکنار کردن بعد اوپن ای آی یا همون هیئت مدیرش اومدن اعلام کردن که ما الان میرا موراتی که سی تی او یا مدیر ارشد فناوری شرکت بود اونو به عنوان مدیرعامل موقت اوپن ای آی گذاشتن و همزمان همه این اتفاقات تو یه روز داره اتفاق میفته همون شبش سه تا محقق خیلی با سابقه و ارشد اوپن ای آی هم استفاده دادن در اعتراض به این اتفاقا جالبه که مایکروسافت یعنی ساتیا نادلا از طرف مایکروسافت گفته که ما هم از این تصمیم اصلا مطلع نبودیم که سم آلتمن قرار برکنار بشه و خب این خیلی عجیبه چون که 49 درصد سهام اوپن ای آی مال مایکروسافته حالا نکته که جالبه اینه که در واقع هیئت مدیره اوپن ای آی از 6 نفر تشکیل شده بود دو نفرش که سم آلتمن و گریگ براکمن بودن چهار نفر دیگه یکیش ایلیا ساتسکور که این خودش همراه سم آلتمن از بنیانگذاران اوپن ای آی بود و سه نفر دیگه که به نام ادم دیانجلو، تاشا مککولی و هلن تونر اینا جزو حالا کاری تو خود اوپن ای آی نبودن فقط جزو هیئت ح... مدیرش بودن و این این نشون میده که اگه سم آلتمن و گریگ براکمن خب برکنار شدن یعنی اون چهار نفر دیگه هیئت مدیره رأی دادن به این برکناری چون از 6 نفر چهار نفر باید رأی میدادن و این ایلیا ساتسکور که جزو بنیانگذاران بود هم رأی داده بوده به برکناری سم آلتمن و این خیلی حالا صدا کرد حالا در مورد اینکه چرا ممکنه اون ایلیا ساتسکور که هم یکی از ریسرچرهای ارشد اوپن بود هم بنیانگذارش بود چرا رأی به خروج یا برکناری سم آلتمن داد بهش میرسیم بعد خب تو این که سم آلتمن برکنار شد گریگ برکمن هم استعفا دا داد یه سه تا محقق ارشد دیگه هم از اوپن ای استعفا دادن و توی توییتر هم هی hey, همه کارمنده اوپن ای های طرف سم آلتمن رو میگرفتن و یه مقدار فشار زیاد شده بود برای برگردوندن سم آلتمن اما اوپن ای های اومد اعلام کرد که الان یه فردی به نام امت شیر که یکی از بنیانگذارای سابق توییچ بود اپلیکیشن توییچ اگه میشناسید اینو به عنوان مدیر جدید اوپن انتخاب کردن یعنی دیگه دیگه کامل مشخص شد که سم آلتمن بر و تو سه روز مدیرعامل اوپن ای آی سه بار عوض شد بعد این اینجور که مشخص شد دیگه سم آلتمن بر نمیگرده سی ای او یا مدیرعامل مدیر مایکروسافت ساتیا ندلا اومد گفتش که خیلی خب ما سم آلتمن اگه اوپن ای سم آلتمن و گریگ منو بر گردونه ما اونا رو استخدام میکنیم و قرار تو مایکروسافت یه بخش هوش مصنوعی خیلی پیشرفته را بندازی کنیم و این دوتا رو میاریم که مدیر بخش باشن و هر کس دیگه ای از اوپن ای آی بخواد میتونیم اونو استخدام کنیم و خب اون سه, سه تا محقق ارشد دیگه ای هم که از اوپن ای آی استفاده داده بودن اونها هم در واقع قرار بود برن تو اون بخش و یه جورایی همه اینا چراغ سبز داده بودن که برن اون بخش هوش مصنوعی مایکروسافت که تا ساتیا نادلا گفته بود تاسیس میکنه بعدن همین ایلیا ساسکور که نقش داشتی بر کناری سم آلتمن اومد توی توییتر نوشت که من متاسفم از مشارکت خودم تو اقدامات هیئت مدیره هرگز قصد آسیب رساندن به اوپن ای, آی رو نداشتم من عاشق همه چیزایی هستم که با هم ساخته ایم و هر کاری میکنم که شرکت دوباره متحد بشه یعنی یه جورایی پشیمون شده بود که باعث برکناری سم آلتمن شده در واقع این ایلیا کور که همراه سم آلتمن از بنیان گذاره اصلیش بود یه مقدار دیدگاهش با سم آلتمن فرق میکنه سم آلتمن یکم حالت بیزنسیه و بیشتر به جنبه بیزنسی قضیه نگاه میکنه. ایلیا حالت بیشتر محققه و اون تحقیقات و اون جلو بردن علمش براش با ارزشه و دوست داره اونجوری نگهش داره و حالا هدف همشون در واقع اولش این بود که یک هوش مصنوعی عمومی یا AGI تولید کنن که خیلی قوی باشه و برای مقاصد مثبت باشه. ولی همونطور که گفتم ایلیا به دیدگاهش بیشتر تحقیقاتی بود و خیلی امنیت کار براش مهم بود و میگفت تا هنوز مطمئن نشدیم از ارائهش نباید خیلی سری وارد بازار کنیم اتفاقا جزو شاگرد های جفری هینتون بود که الان به عنوان پدرخوانده ای آی نامیده میشه و اونم خیلی داره هی اختار میده توجه رو جلب میکنه به خطرهای احتمالی ای آی و اینم دیدگاهش یه مقدار اونجوری بوده ولی از طرفی سم آلتمن همش دنبال این بود که سرمایه جذب کنه یه سری فیچرهای اوپن ای آی پولی کنه سری یه سری قابلیت ها رو در دسترس بذاره ارائه کنه به همه پول بگیره از یه طرف منطقیه چون باید این پولا رو جذب میکرد که میتونست دوباره صرف تحقیقات کنه صرف قوی تر کردن مدل بکنه و واقعا اکثر آدمایی که سم آلت منو میشناسن و من میخونم حرفاشون یا میبینم میگن که همشون میگن که همیشه نیتش خوبه و آدم بدی نیست اون صورت و خیلی آدم قویه تو مدیریت اوپن ای آی چون اصلا معلوم هم هست که از صفر رسونده به یه بیزنس چند ده یا صد میلیارد دلاری الان اوپن ای آی رو حالا به هر حال یه مشخصه که اینا چرا دیدگاهاشون با هم نساخته و یا خیلی با سیاست های سم موافق نبوده بعد در ادامه این اعتراض کل, کل کارکنای اوپن ای آی اومدن یه نامه ای نوشتن که گفتن که اگه هیئت مدیر اخراج نشه همه ما از اوپن ای آی میریم چون این تصمیمشون به ضرر اوپن ای آی بوده و کلا کسایی که امضا کردن هم جالب بود خود این میرا موراتی که مدیر عامل موقت شد یه تایمی و خود ایلیا ساسکورم امضا کردن این نامه رو که اگه تا پایان امروز برنگ برگردونید همگی استعفا میدن از 770 نفر کارمند اوپن ای آی 700 نفرشون این نامه رو امضا کردن امت شیرم که به عنوان سی او الان انتخاب شده بود اونم اومد توییت کرد توییتر هم شده کلا برای این افراد حوزه تکنولوژی واقعا یه پلتفرمی شده که چیزایی که اخبار خیلی مهم و همه اونجا اعلام میکنن امت شیرم که به عنوان مدیر عامل الان برای اوپن انتخاب شده بود اونم روی این بود که من سعی میکنم بفهمم که هیئت مدیره چرا سم آلتمن رو اخراج کردن و همینجوری مثلا نمیذارم فراموش بشه ولی خب از طرفی هم گفتش که این حالت تجاری اوپن ای رو ادامه خواهم داد حالا جالبه که هیئت مدیره قبل اینکه مدیرعاملی اوپن ای رو به امت شیر پیشنهاد بدن قبلش به مدیرعامل اسکیل ای آی الکساندر ونگ پیشنهاد داده بودن و به مدیرعامل سابق گیت هاب هم پیشنهاد بودن اینا هر دوشون رد کرده بودن. و بعد این سمت به امت رسید حالا این مدیرامل اون لحظهش که امت بود خیلی داشته تلاش میکرده که واقعا تهوتوی قضیه رو در بیاره بفهمه که چرا سم آلتمن رو کنار گذاشتن و جالبه که یه سری نهادهای موجی قانون مثل دفتر دادستانی ایالت متحده وارد قضیه شده بودن یعنی اونا هم داشتن بازجویی که نه حالا مصاحبه میکردن سوال, جواب میکردن از اعضای اوپن ای, ای و جالبه که خب اینا هم وارد داستان شده بودن حالا در مورد اینکه واق... واقعا چرا هیئت مدیره سمالتمنو منو کنار گذاشتن همش حدس و گمانه تا به الان چون خیلی مشخص نشده که چیه اما یکی اون دلیلی بود که در مورد ایلیا ساسکور گفتم یکی از گمانه هم در مورد یکی از اعضای دیگه هیئت مدیره به نام ادم دیانجلوه که اونم یکی از بنیانگذارا مدیر عامل کورا سایت کورا بود و یه چت داشت به نام پو و پو اینجوریه که یه جوریه مثل چت جی که توش میتونید بات بسازید و با اون اونا رو بفروشید مثل یه چیزی مثل جی یا پلاگین های الان چت جی پی تی و وقتی حالا سم آلتمن تصمیم گرفت که توی چت جی پی تی اون امکان جی پی تی ها رو بذاره و بازاری براشون تشکیل بده این یه جوری حالا یکی از گمان زنای اینه که اون احساس خطر کرد از اینکه اونم وارد این رقابت شده یه مورد دیگه هم اینه که همین بحث کیو استریکس یا کیو یه ستاره بالاش یه مدل هوش مصنوعی عمومی خیلی قویه که من سعی می‌کنم توی ویدیو دیگه صحبت کنم که الان یک زمزمه‌ای به گوش میرسه که OpenAI به اون فرناوری دست پیدا کرده و یکی از حدس و گمانه ها این بود که سم آلتمن میخواست اینم زود به بازار ارائه کنه ولی بقیه هیئت مدیره خیلی راضی نبودن از این کار ولی حالا اینا هم همش مشخص نیست خیلی حدس و گمانه ولی این کیوسه ستاره حالا من بهش میگم تو فارسی اینم یک مدل خیلی قدرتمنده که همین هوش مصنوعی که همه هوش مصنوعی عمومی یا ای, جی آی که خیلی همه دنبالشن و هدف نهایی این مدل های ای یک قدم خیلی بزرگ تونسته به اون نزدیک بشه و حالا ظاهرا تو اوپن ای آی ادعا کردن که یه جورایی بهش رسیدن ولی هنوز حالا در معرض عموم قرار نگرفته حالا نهایتا مایکروسافت از یه طرف داشت میگفتش که ما همکاریمونو با اوپن ای آی ادامه خواهیم داد چون یک توافقی داریم یا همکاری داریم قراردادی داریم با هم و همچنان ساپورتشون میکنیم از یه طرف هم میگفتش که من سم آلتمن و گریگ براکمن و همه اون ریسرچرایی که میخوان از اوپن ای, آی در بیان و میارم تو تیم بخش هوش مصنوعی که تو مایکروسافت هم تشکیل بدم و اونا رو اونا اداره کنم یعنی یه جورایی میخواست هر دو طرف نگه داره دیگه و تقریبا مثل اینکه سم آلتمن و اون یکی هم چراغ سبز داده بودن که میخوان بیان اما انقدر دیگه اوضاع توی خوب خود اوپن ای, ای خطرناک شده بود چون همشون میخواستن همه کارکننش بیان بیرون نهایتا ظاهرا تصمیمات گرفته شده که سم آلتمن برگرده ازش درخواست میکن. که برگرده و جالبه که یکی از این کسایی که خیلی کمک کرده به این موضوع همون امت شیر بوده که اونم خیلی کمک کرده به این مذاکره که سم آلتمن رو بتونن برگردونن و نهایتا هم سم آلتمن اومد توی توییتر اعلام کرد که میگم الان هر چیزی رو رسمی میخوان اعلام کنن دیگه تو توییتر اعلام میکنن اینش خیلی برام جالبه گفت اسمش ایکسه الان ولی حالا تویتر عادت داریم ما و اومد رسما اعلام کرد که من برگشتم و گفت من عاشق اوپن ای, آی و هر کاری که در چند روزه گذشته انجام دادم در خدمت حفظ این تیم و معموریت اون بوده زمانی که تصمیم گرفتم یک شنبه از به مایکروسافت بپیوندم واضح بود که این بهترین مسیر برای من و مایکروسافت بود مشتاقانه منتظر بازگشت به اوپن و ایجاد همکاری قوی با مایکروسافت هستم و ساتیا نادلم باز یه توییت کرد و گفتش که مثلا خوشحالم که سم من برگشته و یه جورایی نشون داد که اونم راضی از قضیه حالا نهایتا اتفاقی که افتاد سمالتمن دوباره برگشت به مدیر عاملی اوپن ای, آی و اعضای هیئت مدیره یه مقدار عوض شدن فقط از قدیمی ها ادم دی انجلو موند و دو نفر دیگه اومدن و خب ارزش اوپن ای, ای هم خیلی فرقی نکرد اصلا اینجوری نبود که افت کنه سهام مایکروسافت هم همینطور یکم هم بالاتر رفته خیلی جالبه ولی در کل یه سری نوسانات داشت تو این اتفاق که هی خبر می اومد یه سری نواسانات داشت ولی در کل بالاتر رفت سهام مایکروسافتم و اوپن ای آی همچنان داره فیچرهای جدیدتر جالب تر میده یکیش همین جی پی تی هایی که ارائه داده یه جوری شما میتونید چتبات خصوصی خودتون رو بسازید با اطلاعاتی که خودتون بهش میدید یا میتونید به صورت عمومی بسازید برای همه ارائه بدید و این انقدر مورد استقبال قرار گرفت که یه مدت سرورهای اوپن ای آی دو مشکل کرد و واقعا نمیشه نادیده گرفت که اوپن ای آی با ارائه چت جی پی دی چقدر تغییر بزرگی توی نحوه کار کردن آدما توی لایف استایل یا استایل زندگی سبک زندگی چه الان و در آینده بیشتر هم خواهد بود خیلی تغییراتش بیشتر دیده خواهد شد تأثیری که روی از دست رفتن یک سری کارها به وجود آوردن یک سری کارها هم گذاشته تأثیری که خود سم آلتمن توی مذاکره با رهبرهای کشور مختلف داره برای حالا به خصوص آمریکا برای گذاشتن قوانین ای آی یعنی خب هم شرکتش هم سم آلتمن خودش اینا خیلی مهره های تاثیرگذاری توی یه سری اتفاقایی که تو جهان میفته رو هممون تاثیر میذاره در کل چون اینقدر شرکت و شخص تأثیر وزاریه برای من جالب بود که داستان پشتش رو بدونیم که چه اتفاقایی افتاد و بدونیم به چه سمتی میره امیدوارم برای شما هم جالب بوده باشه یه سری لینک منابعی رو که تو ویدیو ذکر کردم توی دیسکریپشن گذاشتم لینک ویدیوهای مرتبط که توی ویدیو ذکر کردم هم توی دیسکریپشن گذاشتم حتما اگه علاقه داشتید ببینید مثل همیشه ممنون که همراه بودید و فعلا تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار